در خطر مهمترین خبرهای افغانستان و جهان، بحران به نفع هیچ کس نیست. ما آماده مذاکره و گفتگو هستیم. سازمان ملل آماده کمک به مذاکرات صلح. بان کی‌مون: راهکار نظامی مفید است اما همه چیز نیست. هشدار به یک خطر جدی امنیتی در امریکا. آیا بن لادن پس از مرگش هم برای امریکا دردسر است؟ و اما اوباما طرح جدید اقتصادیش را اعلام کرد. بیکاری و رشد کند اقتصادی دولت او را به چالش کشانده است. سلام و وقت بخیر. به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 18 سنباله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 سپتامبر سال 2011 میلادی. مشروع خبرها. معاون اول ریاست جمهوری هشدار می دهد که اگر ما در جریان انتقال مسئولیت های امنیتی مشکلات داخلی خود را حل نکنیم، به محض خروج نیروهای خارجی یک بار دیگر آتش جنگ های داخلی در کشور شعله‌ور خواهد شد. شماری از مقام های بلند رتبه دولتی نیز می گویند جنگ با تروریسم در افغانستان تحت تأثیر مبارزات انتخاباتی شماری از کشورهای خارجی قرار گرفته است. از دهمین سال روز شهادت احمد شاه مسعود در کابل تجلیل شد. محمد قاسم فهیم، استاد محمد کریم خلیلی، معاونین ریاست جمهور، رهبران جهادی و سایر مقام‌های عالی رتبه دولت و دیپلمات‌های خارجی در این مراسم شرکت داشتند. مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اولی ریاست جمهور در این مراسم، از بهاشی قرار دادن رهبران جهادی در تصمیم گیری های مهم کشوری سخت انتقاد کردند. همچنین آقای فهیم هشدار می دهد که اگر بحران های موجود در کشور خاتمه دادن نشود، افغانستان بار دیگر میدان رقابت های کشورهای همسایه قرار خواهد گرفت. اگر ما یک نظام نیم بندی را که وجود داره ایره هم بخواهیم سقوط کنه و شکست کنه و مزمحل شوه، بالاخره چی خواهد شد؟ یک کشور صوبه یکی از کشورهای دیگر خواهد. هر روزی که دنیا خارج شود باز افغانستان به یک بی‌ثباتی خواهد بود و باز افغانستان مورد تجاوز خواهد قرار گرفت و باز در افغانستان گروه بازی و جنگ‌های داخلی شروع خواهد شد. ما باید از این شرایط و از این حالت استفاده بکنیم که هم در سکتور امنیتی و هم در سکتور اداری و هم در بازسازی متحدانه و همدل و همسو ما زحمت بکشیم، مسئولیت خود ما به دوش بگیریم. در همین حال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع میگوید از مبارزات انتخاباتی کشورهای حامی افغانستان در جنگ با تروریسم در کشور سایه افکنده است. محمد محقق و برهان الدین ربانی نیز با سخنرانی در محفل یادبود از دهمین سالگرد احمد شاه مسعود مقام شهدا را جاودانه خواندند. با گفته آنها برای از بین بردن مقام و منزلت جهاد و تفرقه افغانی میان مردم افغانستان دسیسه هایی از خارج طرح می شود، اما آنان هشدار می دهد که با هر گونه توطئه مبارزه خواهیم کرد. شهید احمد شاه مسعود فرزند دوست محمد خان 10 سال قبل از امروز در 18 سنبله 1380 در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از سوی 2 تن از تروریستانی که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند به قتل رسید. عاملان انتحاری که احمد شاه مسعود را با شهادت رساندند عرب تبار بودند. این هفته نیز نماز عبادی سیاسی جمعه با اشتراک اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر کابل برگزار شد. هزاران نمازگزار با اقامه نماز جمعه یک بار دیگر وحدت و همبستگی خود را در کابل به نمایش گذاشتند. خطیب نماز جمعه غرب کابل از زحمات ارزنده مقام های دولت افغانستان برای اعزام زائران افغانی به مکه معظمه قدردانی کرد. هر جمعه شهر کابل شاهد حضور پرشکوه مردم از نقاط مختلف شهر است که برای ادای نماز جمعه گرد هم می آیند. برگزاری نمازهای عبادی سیاسی جمعه نه تنها اجرای یک فریضه است
که به نحوی نماینگر وحدت و همدلی مردم نیز می باشد. خطبای نماز جمعه شهر کابل مردم را به وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت و از دولت می خواهند که از هر گونه تصمیم که منجر به نفاق بین مردم شود خودداری کنند. عبدالقدیر عالمی خطیب نماز جمعه مصلی ابوصالح المهدی نیز در غرب کابل از استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و وزارت حج و اوقاف برای اعزام زائران افغان به مکه مکرمه که به شکل منظمی صورت گرفته است تقدیر کرد. در این سالهای اخیر پروسه حج که زیر نظر مستقیم کمیته حج هست که در رأس آن و در ریاست آن جناب جلالت مآب استاد محمد کریم خلیلی مقام محترم معاونت دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، با دلسوزی هایی که ایشان دارد و همچنین وزیر محترم ارشاد حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان و مسئولین دیگر تلاش کرده اند که برای حجاج و زائران تسهیلات لازمه فراهم شود. خطیب نماز جمعه غرب کابل در بخش دیگری از خطبه های خود از دولت خواست که در برنامه های کاری خود منافع ملی را مد نظر گیرد. او همچنان از حکومت خواست تا زمینه انتقال حجاج بیشتری را به عربستان سعودی فراهم کند. عربستان سعودی به اساس نفوس شماری که تقریبا در دوران سردار محمد داوود صورت گرفته تعدیه میشه و این سهمیه امروزه برای مردم افغانستان ناکافی هست. همچنان ایشان به معضل اعتیاد جوانان در کشور اشاره کرده از مردم خواست مواظب نسل نو افغانستان باشند. به گفته آقای عالمی مشکل اعتیاد جوانان بدون همکاری تنگاتنگ دولت و ملت حل نخواهد شد. سازمان ملل متحد حاضر است در برنامه دولت افغانستان برای صلح نقش بازی کند. بان کی مون دبیر کل این سازمان اعلام کرده که ملل متحد می تواند در زمینه مذاکرات صلح با طالبان سهولت هایی را فراهم کند. او گفته است که راه های نظامی برای پایان خشونت ها مؤثرند، اما این نباید به معنای فراموش کردن مذاکرات سیاسی باشد. اعلام آمادگی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در به عهده گرفتن نقشی در تلاش های صلح یک امر تازه است. قاسم رحیمی جزئیات این خبر را گزارش می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در حال سخن از همکاری در زمینه گفتگو با طالبان به میان می‌آورد که پیشتر سفیر آمریکا در کابل به تشدید جنگ علیه این گروه تاکید کرده بود. بان کی مون گفته است که سازمان ملل متحد می‌تواند در خصوص فراهم آوری امکانات فنی و مشورت های سیاسی حکومت افغانستان را یاری رساند. پیش از این مقام ها در این سازمان بارها گفته بودند که روند صلح یک برنامه افغانی است و این سازمان از تلاش های دولت افغانستان در این زمینه حمایت می کند. اما اعلام آمادگی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در به عهده گرفتن نقش در تلاش های صلح یک امر تازه به شمار می رود. جامعه بین المللی تعهد دارد که پیوسته با افغانستان همکاری کند، حتی در صورتی که اعضای آیساف یعنی نیروهای بین المللی کمک به حفظ امنیت در افغانستان نیز تلاش های نظامی خود را پایان دهند. آقای بون با اشاره به تحولات پیشبینی شده در سال 2014 میلادی از جامعه جهانی خواست تا بعد از بیرون کردن سربازان خود افغانستان را به حال خودش واگذار نکنند. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که برای دستیابی به توافق به نوع مذاکرات و گفت و شنود سیاسی در افغانستان نیاز است. راه های نظامی مهم و مفید هستند و می توانند مؤثر واقع شوند، اما همه چیز نیستند. باید همیشه مذاکرات سیاسی وجود داشته باشد و در جامعه بین المللی این توافق وجود دارد که به نوع مذاکرات و گفت و شنود ضرورت است. بان کی مون با اشاره به حملات اخیر در دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نایجیریا گفت که با وجود اقدام های لازم و ممکن هنوز سازمان ملل متحد از ناحیه تروریسم تهدید می شود. او این حملات را پرتلفات ترین رویداد برای کارمندان سازمان ملل متحد خواند و تأکید کرد که تروریسم در هر گونه شرایط غیر قابل توجیه است.